سلام دوستان زخم کاری فصل دو قسمت دوم رو دیدم و توی این ویدیو خیلی مختصر میخوایم دربارهش با هم صحبت کنیم توی این قسمت با شخصیت داستان شخصیت های تازه خب بیشتر از قسمت اول آشنا شدیم سوال هایی رو هم که از قسمت اول برامون مونده بود حالا برای قسمت سوم دیگه میدونیم که جوابشون چیه مثلا درباره اینکه چقدر زمان گذشته بود انگار هشت ماه زمان گذشته ما با یک حالا هر دو طرف ماجرا در واقع هم مالک و هم ناصر مثلا میدونیم که مردن کشته شدن ولی خب مالک که مطمئنیم ولی ناصر هم یه جوری حالا گذاشته شده کنار خیابون که میتونه به نظر من هنوز زنده باشه و به هوش بیاد و بیاد بیرون از اون طرف ما یک تیمی رو داریم که تیم سمیرا و تدویه که این تیم حالا با توجه به اینکه آخر این قسمت فهمیدیم که خب مالک زنده است پس حالا مسئله عشقی مثلا رابطه زناشویی و اینها هم وسط خواهد بود از طرف دیگه میسم گره خورد به خانواده در واقع اون نقشی که مهران قفوری اون بازی میکنه دختر اون و حالا روابط و پیچیدگی های عاطفی از کودکی همه اینها قاطی شد و ما میبینیم که باز هم حالا همون قدر که طلوعی به خاطر ضعف زن به اومده و متمایل شده به دستورات سمیرا از اون طرف هم پسر سمیرا خودش با اون جناح در واقع ارتباط عاطفی پیدا کرده این ارتباط ها خب طبق معمول این سریال احتمالا بخش زیادی از بار سناریو رو به دوش میکشند نکته جالبش خیلی برای من, من جالبه اینه که تیتراجش خیلی تیتراج خلاصه خوبیه اولش همون چند ثانیه که میاد منو یاد سریال آیله یا خانواده انداخت که خب تم خیلی بی هم نداره توی سریال های ترکی که تموم شد البته قراره فصل بعدیش بیاد به زودی توی کانال دیگه که نیما افشار نادری ترکیش سریزه میتونید سریال های ترکی رو اونجا دنبال کنید و توی این کانال خب سریال های ایرانی رو میپردازیم بهش هفت ماه بود که این کانال رو کاری نداشتیم باش خیلی صحبت نمی کردیم اما در واقع تونستم بازیابی کنم چون که یوتیوب مشکل مسخره خندهدار ایجاد کرده بود برای کانال و این مشکل به نظر میاد که بخش زیادیش حل شده و من حالا دیگه میتونم ویدیو بذارم ممنون میشم از اینکه برام بنویسید که دوست دارید درباره کدوم سریال ها چقدر و چطور با هم صحبت بکنیم زخم کاری قسمت دوم به نظرتون چطور بود یک ویدیو دیگه ته امروز فردا فردا پس فردا در اولین فرصت ضبط میکنیم که برای قسمت سوم انتظار چه اتفاقاتی رو میتونیم داشته باشیم اگر نظر داشته توی کامنت ها بنویسید توی اون ویدیو با هم بررسیش میکنیم تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار